داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه بچه‌ها. امیدوارم حال همگی خوب باشه. جلسه شب امتحان کلاس 11 رو با قرار برگزار بکنیم، اولین برنامه از پیج شیمی کلا. امیدوارم که پربرکت باشه، هم برای شما مفید باشه، همین که زکات این کار نشر ویدیوهایی که آخر کلاس به صورت آفلاین در اختیار بچه‌ها قرار میگیره. ببینم که چند تا از بچه‌ها میان و نشر میدن این کار رو. ما در حد گفتن نکات یک امتحان و حلش قراره با همدیگه یک کلاسی رو داشته باشیم برای جمع‌بندیتون، و حالا بچه‌هایی که تقریبا چیزی نخوندن حداقل 3-4 نمره 5 نمره از اون چیزی که فکر میکنن رشد بکنن و بیان بالا، این کلاس بسیار بسیار مفید خواهد بود. بریم سراغ خود سوالات برای اینکه زیادم وقتتون رو نگیرم. بریم سراغ ادامه. گفته در هر دوره از جدول تناوبی قوی ترین جای خالی در گروه اول. بچه ها گروه اول کیاست؟ فلزهای قلیایی. فلزهای قلیایی قوی ترین فلزهای جدول تناوبی هستند. پس اینجا میشه قوی ترین فلزها. و قوی ترین نافلزها هم قطعا توی کدوم گروه هستند؟ گروه 17 هم جا دارن. تا اینجا قبوله؟ خب. ب گفته پلی اتن یکی از مهمترین پلیمرهای ساختگی است. ما پلی اتن رو تحت دما و فشار می‌سازیم. ساختگی بالاخره. ترکیب موجود در بادام دارای عامل آلدهیدی است. بچه‌ها ترکیب موجود در بادام اینه. ما اصطلاحاً به این میگیم چی؟ بنزال دهید. کلن به این گروه حاملی گروه حاملی چی گفته میشه؟ گروه حاملی آلدهیدی گفته میشه. بعدی از آبکافت جای خالی در شرط معین اسید عالی و جای خالی به وجود میاد. آقا از آبکافت استر اسید به وجود میاد و الکل. آقا خب آمیدم آبکافت میشه. آره آمیدم آبکافت میشه، اما آمید اگر آبکافت بشه اسید میده با آمین. شما الان تو اینجا آمین ندارید، در نتیجه باید اون گزینه رو انتخاب کنی که الکل بهت میده. پس حواست رو جمع کن. استر به علاوه آب میده اسید به علاوه الکل، آمید به علاوه آب میده اسید به علاوه آمین. حالا فرم کلیش هم من اینجا برات بنویسم. الان واکنش استری شدن رو می‌نویسم. به علاوه هاش او آر پیرین. دقت کنید بچه ها، اینجا از این قسمت با همدیگه واکنش میدن، جدا میشن، میشه هاش او هاش به علاوه ای. این آبها من قصد اینطوری نوشتم آر سی دوگانه او او آر پیریم. به این میگن چی؟ یک استر. از این طرف اینم که آبه، اینم که الکل ماست، اینم که کربوکسیلیک اسید ماست، درسته؟ حالا اگر همین اسید یعنی R C دوگانه O O H بیاد به علاوه آمین بشه، یعنی اینجا هیدروژن نیتروژن اینجا آرپیرین، چه اتفاقی میفته؟ باز هم از دوباره همون سناریو تکرار میشه. اینور میشه هاش اوهاش. من از قصد اینطوری می‌نویسم که بفهمی هیدروژن از آمین اومده، اوهاش از اسید اومده. این طرفم به علاوه آر سی دوگانه او نیتروژن آر پیرین، اینورم هیدروژن، درسته؟ حالا اسم اینا رو اگر بخوایم بگیم این میشه آمید،
این میشه آب، این میشه آمین، این هم میشه باز همون کربوکسیلیک اسید. اینا واکنش های تشکیل استر و آمید بودن. حالا واکنش آبکاف چیه؟ یعنی این واکنش برعکس انجام بشه. کاتالیزگر این واکنش هم بچه ها H2SO4ه. چه واکنش رفتش، چه واکنش برگشتش. حله؟ خب بریم سراغ ادامه. گفته در واکنش های گرماده سطح انرژی واکنش دهنده ها پایین تر از سطح انرژی فراورده ها. توی گرماده گفته نه، اگه واکنش دهنده ها رو گفته میشه بالاتر، میشه بالاتر. این تیپ واکنش، این برای گرماده، این تیپ واکنش برای گرماگیره. همونطور که دارید میبینید نها کنید، الان این فراورده است دیگه از واکنش دهنده من پایین تره، این فراورده است دیگه از واکنش دهنده من بالاتره، درسته؟ الان تو گرماده به من گفته، تو گرماده اینجا واکنش دهنده من از فراورده من بالاتره. بچه ها اینجا هم علامت زدیم. حله؟ بریم سراغ سوال دوم. گفته هر یک از عبارت‌های ستون آ با یک واژه از ستون بی در ارتباط است. آنها را مشخص کنید. اولی کوچکترین استر. کوچکترین استر بچه ها میشه دو کربونی. میشه متیل متانوات یا متیل فرمات. ببینیم کدومو نوشته اینجا. متیل متانوات رو نوشته. پس میشه H. متیل متانوات. کوچکترین استر ممکن بچه ها این شکلی ها. سی دوگان او، او سی هاش سه، این ورم هیدروژن. این میشه کوچکترین استر ممکن. به اسید مورچه معروف است. فرمیک اسید یا متانویک اسید. ببینیم کجا اینو گفته. متانویک اسید تو جی گفته. ترکیب اکسیژن داری که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نمی باشد. پیوند هیدروژنی نمی باشد یعنی که اصلا اوهاش نداره. ببینید اتیل بوتانوات هست، متیل بوتانوات هست، متیل متانوات هست. الان نمیدونم واقعا منظور این کدومه. هر کدوم از اینا رو بنویسین درسته، هیچ فرقی نداره. استرها اصلا پیوند هیدروژنی نمیتونن بدن. ببینیم کدوم استر جواب کدومه. متیل متانوات که خط خورد. نام استری با بوی آناناس میشه اتیل بوتانوات، یعنی سی میشه. اینم که خط میخوره. در نتیجه جواب تنها استری که میمونه متیل متانواته. بقیهشون همشون او اچ دارن. پس اینجا جواب میشه اف، چون بعد از یه ترکیب دوبار استفاده نکنیم. الکلی که با یک اسید دو عاملی قادر به تشکیل پلی استر می باشد. کدوم الکل با دی اسید واکنش بده پلی استر میده؟ کدوم اسید؟ ببخشید کدوم الکل؟ دی الکل. دی الکل ها با دی اسید ها واکنش میدن، پلی استر به من میدن. الان اینجا بین اینایی که باقی موندن کدومشون دی الکله؟ اتیلن گلیکول یعنی آی. شما همه تون میدونید دی اسید به علاوه یه دی الکل میده پلی استر به علاوه آب. حله؟ بریم سراغ ادامه. الکلی که در آب کم محلول است. بچه ها میدونن این حرفای منو دیگه خودتون بنویسینا. از 6 تا 8 کربن یعنی یک هگزانول، یک هپتانول و یک اکتانول همشون کم محلول در آبن. ببینیم کدومشون اینجا گفته؟ هگزانول رو گفته. پس اینجا دی میشه جواب من. ویتامین محلول در آب. ما 4 تا ویتامین داخل آب داریم. ویتامین های دکه یعنی ویتامین دی، ویتامین آ، ویتامین کا و ویتامین ای نامحلول در آبن، یعنی محلول در چربی هن. اما ویتامین سی میشه محلول در آب.
پس ویتامین C میشه محلول در آب. ویتامین C کدومه؟ ایه بچه. تمام این جزوه به علاوه فیلمی که الان دارید، حالا الان که آنلاینه سر کلاس هستیم، فیلم همین کلاس دقیقا بعد از اتمام کلاس ها، یعنی ساعت 12:30 بودن، داخل کانال آپارات و داخل کانال وبلایت من قرار میگیره. بچه ها میتونن از اونجا دنبال کنن اونایی که کلاس رو از دست دادن. بریم سراغ ادامه. سه گفته درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را مشخص کنید و شکل درست عبارات نادرست را بنویسید. دقت. الف، در الکل‌های کوچک و تا 5 اتم کربن دار بخش قطبی بر ناقطبی غلبه دارد. بله، از الکل 1 تا 5 کربنه محلول در آبند، یعنی بخش قطبی که میشه پیوند هیدروژنی بر بخش ناقطبی که میشه واندروالسی غلبه داره. پس اینجا کاملا درست. بازیافت فلز ها ردپای کربن دی اکسید را نسبت به استخراج فلز از سنگ معدن آن کاهش میدهد. بله، بازیافت فلز که قطعا بهتر از استخراج اونه. انرژی گرمایی یک نمونه فقط به جرم آن نمونه بستگی دارد. خیر، به دماش هم بستگی داره. انرژی گرمایی نمونه فقط به جرم وابسته نیست. سرعت فاسد شدن گوشت چرخ کرده کمتر از تکه های گوشت است. اتفاقا بیشتره. چرا؟ به علت سطح تماس بیشتر. گوشه چرخ کرده سطح تماسش با هوا بیشتره، پس درنجه زودتر فاسد میشه. البته الان نه گوشت پیدا میشه نه گوشه چرخ کرده. بریم سراغ ادامه. سوال بعدی گفته اگر اتم عنصری دارای 7 الکترون با عدد کوانتومی ال مساوی 2 باشد. 7 الکترون با ال مساوی 2 یعنی 7 الکترون داخل دیش. بعد کتاب درسی هم تا 36 بیشتر نیستش دیگه. وقتی میگه دی منظورش کدوم دیه؟ منظورش سه دیه. پس ما سه دی 7 داریم. لایه ظرفیت آن شامل چند الکترون است؟ ما یه آرایش الکترونی رو که نمیدونیم انقدری ادامه میدیم که به چی برسیم؟ به یک عنصر برسیم که به سه دی 7 ختم شده باشه. میام میگم گاز نجیب قبلش آرگون 18، بعد 4S2، بعدش هم 3D7. آقا الان جمع بزنید اینا رو، 18 و 2 20 با این 7 27. پس ما داریم درباره 27 حرف میزنیم. یعنی کی؟ یعنی کوبالت. الان لایه ظرفیت آن شامل چند الکترون است؟ وقتی عنصری توی دسته دی باشه، یعنی زیر لایه دیش در حال پر شدن باشه، برای اینکه الکترون‌های ظرفیتیشو به دست بیاریم میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم توان دی رو با توان اس جمع می‌زنیم. آقا اگر دسته پی باشه چطور؟ پیش در حال پر شدن باشه، میایم توان پی رو با توان اس جمع می‌زنیم. آقا اگر دسته اس باشه چطور؟ دسته اس باشه فقط توان اس رو لحاظ می‌کنیم. الان اینجا 2, 7, 9 9 تا الکترون ظرفیتی داره. توان S و D رو با هم دیگه جمع کن. گفته این عنصر در کدام دوره و گروه جدول قرار داره. تکنیک بهت میگم، به درد تستت هم میخوره. همیشه نکته، ضریب بزرگترین S میشه دوره. حالا گروه رو میخوای پیدا کنی، دو تا راهکار داریم. عدد اتمیش هم که مشخص کردم 27. گروه رو میخوای پیدا کنی، دو تا راهکار داریم. بذار من اینو ببرمش اینجا. خب اگر دسته S یا D باشه همون الکترون های ظرفیتیش میشه، یعنی توان S به علاوه توان P، میگم توان دی. یعنی الان این که الکترون ظرفیتی شد 9، گروهش هم میشه چند؟ 9.
اینجا که این شده 4، دورش هم میشه چند؟ 4. بزرگترین اس الان 4 اس دیگه. حالا اینی که میگم به جواب سوال ربط نداره. اگر دسته پی باشه برای گروه چی کار میکنیم؟ میایم 12 رو به علاوه توان پی میکنیم، توان آخرین پیشا. آقا مثال بزن، اینطوری نمیفهمی. چش مثلا کیو بگیم بی آر 35 رو توجه کنید بهش. آرایش الکترونیش میشه آرگون 18 4 اس 2 3 دی 10 4 پی 5. توان پی شند 5. پس گروهش میشه چند؟ گروه مساویه با 5 به علاوه 12 مساوی 17 میشه گروه 17. حله؟ خب بریم سراغ ادامه. شیمی دهم نیستش عزیزم، الان شیمی 11 رو ما با هم دیگه داریم. شیمی دهم ساعت 11:30 شروع میشه. بریم سراغ ادامه. 5 الف در هر مورد آنتالپی پیوندها را با ذکر دلیل با هم مقایسه کنید. ما میدونیم هر چقدر شعاع بیشتر باشه آنتالپی پیوند کمتره، یا هر چقدر طول پیوند بیشتر باشه آنتالپی پیوند کمتره. از اون طرف هر چقدرم درجه پیوند، یعنی این یگانه و دوگانه و سگانه بودن، بیشتر باشه آنتالپی پیوند بیشتره. پس اینجا میگیم آنتالپی پیوند با درجه پیوند رابطه مستقیم داره، اینجا با طول پیوندم، یعنی همون شعاع، به شعاع ربط داره دیگه، رابطه عکس داره. حله؟ خب الان اینجا این سگانه است، این دوگانه، قطعا آنتالپی پیوند این یکی بیشتره. چرا؟ چون درجه پیوندش بیشتره. این ور هاش سی ال، این ور هاش اف. هیدروژناش که یکسانن، جفتش هم که یگانه است. سی ال اندازش از اف بزرگتره. گفتم هر چی اندازه بزرگتر باشه آنتالپی پیوند کمتره. پس اینجا آنتالپی پیوند هاش اف بیشتر. چرا؟ چون اندازش کوچیکتر. این طرف هیدروژن هیدروژن، این ور هم هاش اف. خب هیدروژن هیدروژن بیشتره. چرا؟ چون اندازش کوچیکتر. بریم سراغ ادامه. گفته در واکنش زیر تعیین کنید در شرایط یکسان کدام واکنش سرعت بیشتری دارد، توضیح دهید. چه فرقی میکنن این دوتا با هم؟ سوال، سوال خیلی قشنگی ها، خیلی سوال قشنگی. الان این دوتا تنها فرقی که میکنن اینجاست، این جامد، این AQه. این هر دوتاش AQه، این یکیش AQه یکیش S. الان قبول داری که AQA با هم دیگه سطح تماس بیشتری دارن؟ پس این چون سطح تماس بیشتری داره سرعت بیشتری هم داره. حله؟ هرچی سطح تماس بیشتر سرعت هم بیشتر. اینجا باعث میشه AQ بودن اینا تو همدیگه حل بشن، با همدیگه ارتباطشون نزدیکتر بشه، بیشتر بشه و سرعت واکنش بیشتر خواهد بود. بریم سراغ ادامه. سوال 6 گفته به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف، چگونه میتوانید ثابت کنید که نشاسته موجود در نان به گلوکوز تبدیل میشود؟ شما نونو برای یه مدت طولانی بجوین، بیشتر از حالت معمول، یه مزه شیرینی تای دهنتون حس میکنید، اون همون گلوکوزه. آب کافت پلیساکاریدها، شکستن پلیساکاریدها اتفاق میفته. پس اینجا میشه با جویدن طولانی تر
مقداری نان. میشه این رو اثبات کرد. بعدی، چرا لباسای نخی در محیط گرم و مرطوب زودتر پوسیده می شوند؟ چرا لباسای نخی در محیطهای گرم و مرطوب زودتر پوسیده می شوند؟ به خاطر اینکه شرایط برای آب کافت کاملا فراهمه، هم دما بیشتره، سرعت واکنش بیشتر میشه، هم محیط مرطوبه، آب حضور داره، پس در نتیجه پلیمرهایی که داخل لباس به کار رفتن، پلی آمید یا پلی استر، میتونن آب کافت بشن و به اسید و حالا اسید که نگم، به مونومرهای سازندشون تجزیه بشن. تمام این توضیحات من اینجا بنویسید. چرا کسانی که از پلی لاکتیک اسید جهت ظروف بسته‌بندی مواد غذایی استفاده میکنن دوستدار محیط زیستن؟ چرا؟ چون این پلی لاکتیک اسید یک پلیمر سبزه. چون پلی لاکتیک اسید یک پلیمر سبز. کدام ساختار زیر مربوط به پلیمری از اتن است که از استحکام بیشتری برخوردار است؟ آقا سمت چپیه پلیتن سنگینه یا بدون شاخه که اصطلاحا بهش میگن HDPE که کدرم هست و استحکام بالایی رو داره، از این طرف به این میگن پلیتن سبک یا تو پرانتز شاخدار یا LDPE که شفاف و انعطاف پذیره. اوکیه. بعدی، انسولین جزء کدام دسته از مولکول ها می باشد؟ ریز مولکول یا درشت مولکول؟ انسولین جزء کدام دسته از مولکول هاست؟ قطعا درشت مولکول. حالا انسولین پلیمر هست؟ نه نیست، درشت مولکولیه که واحد تکرار شونده نداره. بریم سراغ ادامه. سوال هفتم دقت. سوال هفتم گفته هرگاه 17.1 گرم BaOH2 را به مقدار زیادی محلول سدیم سولفات اضافه نماییم، 20 گرم رسوب BaSO4 تولید می شود. مقدار نظری و بازه درصدی واکنش را به دست آورید. پس این لامصب که اینجا به دست اومده مقدار چیه؟ مقدار عملیشه. درسته؟ خب الان اینجا من 17.1 گرم از این دارم. هر چی که میخواید حساب بکنید رو یه علامت سوال اول میذارید، بعد شروع میکنید به حساب کردن. نگاه کنید 20 گرم رسوب BaSO4 مقدار عملی منه. من میخوام اول نظری اینو حساب کنم دیگه. گرم نظری اینو من ندارم، پس اینجا یه علامت سوال میذارم. گرم BaSO4 چی بهم داده؟ 17.1 گرم BaOH2. 17.1 گرم BaOH2. اولین کاری که میکنم میام این گرم BaOH2 رو به مولش تبدیل میکنم. نگاه کنید قاعدش همینه ها، گرم یه چیزی رو اول به مولش تبدیل میکنم، بعد میایم مول همونو، مول BaOH2 رو به مول اونی که میخوایم تبدیل میکنیم. کیو میخوایم؟ BaSO4. پس به مول BaSO4 تبدیل میشه. بعد حالا که به مول BaSO4 تبدیل شد، مول BaSO4 رو به گرم BaSO4 تبدیل میکنم. من دیگه فقط کسرهاشو می نویسم دیگه، جایگذاری نمی کنم، چیز محاسبه انجام نمیدم، چون دیگه سر جلسه خودتون ماشین حساب دارید. باریوم هیدروکسید، باریوم که 137
بعد اوهاش دو هم میشه 34 میشود 171 گرم میشه باریوم هیدروکسید جرم مولیش میشه یه مول. حالا این مول اینو به اون مول چه شکلی تبدیل بکنم با استفاده از واکنش. الان اگر دقت بکنید یه دونه BaOH2 با یه دونه BaSO4 در ارتباطه، پس اینجا یه مول باریوم هیدروکسید با یه مول باریوم سولفات در ارتباطه، از این طرف یک مول باریوم سولفات چند گرمه؟ با اینا اگر حساب بکنید فکر میکنم اگر اشتباه نکنم میشه 233 گرم. بله دقت کن، حالا محاسبم اینجا چون عددش راحته با هم ساده میشه، این میشه 10 23 و 3 دهم تقسیم بر 10 میشه ببخشید 233 تقسیم بر 10 میشه 23 و 3 دهم میشه 23 و 3 دهم. اینجا چون جا نیست من دیگه این پایین مینویسم باریوم سولفات، چرا دو گذاشتم، باریوم سولفات. الان اینی که حساب کردیم شد مقدار نظریش، بازده درصدی میشه عملی به نظری ضرب در 100. این فرمول رو هم خواهش میکنم بنویس، بازده درصدی یعنی R مساوی مقدار عملی تقسیم بر مقدار نظری ضرب در 100. الان 20 گرم که عملیشه، 23 و 3 دهم گرم هم نظریشه ضرب در 100. حله؟ بذار چون اینو ما ماشین حساب مجازیم سری بزنیم. 85 و 8 دهم درصد، 85 و 8 دهم درصد میشه بازده درصدیش. اینم از این. بریم سراغ سوال بعدی، سوال هشتم. دقت کنید بچه ها، دقت کنید. گفته دلتای چه واکنش زیرا با توجه واکنش داده شده به دست آورید. یکی از سوالهای قطعیتون داخل امتحان قانون حسه که الان دارید اینجا میبینید. سوالاش سوالای نسبتا ساده یه، فقط یه خورده حوصله میخواد. توی قانون حس ما همیشه یه واکنشی داریم به اسم واکنش هدف، درسته؟ الان این ستایی که دارید میبینید اون داده های ما، این ستا باید یه طوری ضرب و تقسیم بشن بعد با هم دیگه جمع بشن که اون واکنش بالایی رو به من بده. ما همیشه خدا، جمله رو خوب توجه کن، ما همیشه خدا میایم از واکنشی شروع میکنیم، یا اینطوری بگم از مادهی شروع میکنیم که فقط تو یک کدوم از اینا باشه. الان نگاه کن اینجا رو، CO2 هم تو این هست هم تو این هست، پس خوب نیست. کربن جامد فقط تو این اولیه هست. کربن جامد کجاست؟ اینجاست. میایم دو تا چیزو چک میکنیم، یک ضریبشو چک میکنیم، ضریب این یکه ضریب اینم یک. دو مکانشو چک میکنیم. الان من دوست دارم تو واکنش دهنده ها باشه، الان کجاست؟ تو فراورده هاست. پس میام این اولیه رو ضرب در منفی یک میکنم که واکنش برعکس بشه، اولی تیک میخوره. وقتی واکنش اولم تیک خورد دیگه کلن باهاش هیچ کاری نداریم. میایم تو دوتای پایینی میگردیم، کی فقط تو یکیشون تکرار شده؟ مثلا هاش دو من، هاش دو کجاست؟ هاش دو اینجاست. اولین چیزی که چک میکنم چیه؟ ضریب. من میخوام ضریبش یک باشه، الانم ضریبش یک. من میخوام تو فراورده ها باشه، الان کجاست؟ تو واکنش دهنده. پس بازم ضرب در منفی یک میشه. سومی هم تیک میخوره. بعدی که میخوایم چک بکنیم، بعدی دقت کن، سی او باز با ما قهر کرد. خب سی او اینجاست، سی او دیگه کجاست؟ سی او اینجاست. حله؟ حالا دقت کن اینجا رو، دقت کن،
اولین چیزی که میخوایم چک کنیم ضریباشونه. این ضریبش یکه، اما این دوه. من باید اینو شبیه اون کنم. پس اینجا این دو رو تقسیم بر دو میکنید، یعنی ضرب در یک دوم. تازه من میخوام تو فراورده ها باشه، الان کجاست؟ تو واکنش دهنده. پس ضرب در منفی هم میشه. قبوله؟ دومی هم تیک میخورد. هر ستاش تیک خورد. این تغییرات رو اینا اعمال میکنی، بعد به جواب میرسی. اوکیه؟ ما بذاریم تغییرات رو تا جایی که اینجا میتونیم اعمال کنیم. این میشه منهای 393.5. منها در منها مثبت میشه 283. منها در منها مثبت میشه مثبت 241.8. ضرب و تقسیم رو انجام بدیم، چون تو تمام امتحاناتون ماشین حساب مجازه. 241.8 به علاوه 283 منهای 393.5 میشه 131.3. حاصل اینا دلتای چه کل، یعنی این علامت سواله، میشه 131.3 مثبت. حل بچه ها، پس دقت کن، میای تو این واکنش ها دنبال ماده میگردی که فقط یه بار تکرار شده باشه، بعد میای اول مکانش رو چک میکنی، بعد ضریبش رو. بریم سراغ سوال بعدی. سوال نهم گفته با توجه به ساختار ویتامین کا به پرسش ها پاسخ بدید. فرمول مولکولی ویتامین کا رو بنویسید. هیچ وقت این سوال داخل امتحان نهاییتون تکرار، مثلا امتحان خوردادتون تکرار نمیشه، مگر اینکه معلمتون مریض باشه. من مریض نیستم، بچه هایی که شاگرد منن و دارن این ویدیو رو نگاه میکنن قطعا از این تیپ سوالا داخل امتحان ندارید، چون خود کتاب درسی گفته سوال دادن از فرمول ترکیبا داخل امتحانا مجاز نیست. پس من اولیه رو کاری باهاش ندارم، ولی اگه خواستیم بنویسیم میشه 331H46O2. چه شکلی باید به دستش بیارید؟ فرمول این قسمت رو به دست میارید، بعد فرمول این قسمت هم سه برابر میکنید، به جواب میرسید، که زیاد قشنگ نیست به نظر. گروه های عاملی در این ترکیب رو گفته مشخص کنید. از این سوال دارید گروه عاملی ها این ترکیب چیه؟ این دوتا. اینا هر جفتشون چه گروه عاملی هستن؟ گروه عاملی کتونی هستن یا کتونن یا کربونیلن. سی دوگانه او رو بایش میگفتیم کربونیل دیگه. سی دوگانه اویی که از دو طرف به کربن وصل باشه بهش میگیم کتون. مشخص کنید در کدام ماده چربی آب بهتر حل میشه. توی چربی بیشتر حل میشه. چرا؟ چون بخش ناقطبیش خیلی بزرگه. بخش ناقطبی بر قطبی غلبه میکنه. اصلا مگه نگفتیم ویتامین های دکه توی آب نامحلولن، توی چربی محلولن. حله؟ بریم سراغ ادامه. بیاد اینجا. گفته هیدروکربونی با فرمول 37H16 چند ساختار با زنجیره اصلی 5 کربونی دارد. دو مورد از آن ساختارها را رسم کرده و یکی را به اختیار نامگذاری کنید. سوالش سوال سختیه ها. ما توی امتحانمون از اینا نداریم. من فقط ترکیب میدم که بخوایم نامگذاری بکنیم. دقت کن. زنجیر اصلی 5 کربنی رو من میام میکشم، درسته؟ چند تا کربن میمونه؟ دو تا کربن میمونه. این دو تا کربن یا دو تا متیله. خب متیلا رو اینجا مینویسم. قطعا من ته اسمم دیمتیل پنتان دارم. دقت کن، یا جفتش رو دو دوه، یا رو دو سه، یا رو دو چهاره. ناکن دو 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 سه دو چهار دیگه تموم میشه با دو. حالا بعدی یا رو سه و سه. اینجا سه و سه. آقا سه و دو چی؟ خب سه و دو همون دو و سه میشه دیگه. چهار تا حالت اینجا میشه، همشونم الان اینجا. این میشه همش.
یه دونه دیگه هم هست. اگر بیایم به جایی که دوتا متیل انتخاب کنیم یه دونه اتیل بذاریم، جواب میشه 3-اتیل-پنتان. من دیگه همه رو نامگذاری کردم. چند تا ساختار داشتیم که این اتفاق براش افتاده؟ 5 تا ساختار. حالا گفته دوتاشو رسم بکن، این مثلا یه دونش، این کربونو بذار اینجا دوتاش، این کربونو بذار اینجا سه‌تاش، دوتا رو ببر روی سومیه 4 تاش، اونم که 5 تاش دیگه. نامگذاری هم که همه رو نامگذاری کردی. ب گفته هر زوج از ترکیبات زیر را در هر یک از ویژگی‌های داده شده با هم مقایسه کنید. بچه ها میدونید هر چی کربن بیشتر باشه نقطه جوش بیشتره، گران روی بیشتره، چسبندگی بیشتره، نیروی بین مولکولی بیشتره، اما فراریت کمتره. دقت کنید بین این دوتا نقطه جوش، خب این 38 اون 34 قطعا این بیشتر، گرانروی این 318 این 311، تازه اینم باید بلد باشید که میشه چی؟ گریس 318 هاش 38، 325 هاش 52 میشد چی؟ میشد وازلین. حالا حلالیت در آب، این یه هیدروکربونه، این اوهاش داره، قطعا اونی که اوهاش داره توی آب بهتر حل میشه، پس در نتیجه این میشه. واکنش پذیری، بچه ها حواسشون به واکنش پذیری باشه. واکنش پذیری توی آلکین ها از همه بیشتره چون پیوند سگانه داره، خیلی سیر نشده است، بعد آلکنه، بعد اون تهمه ها میشه آلکان. الان C2H2 بچه ها اتین دیگه، اتین هم یه آلکینه، این بر C2H6 اتان دیگه، اتان یه آلکانه، واکنش پذیری کی بیشتره؟ قطعا یه آلکین. حله؟ بریم سراغ ادامه. سوال 11، سوال 11 دقت. فراورده های واکنش آبکافت ترکیبات زیر را بنویسید. یکی از سوال های قطعی امتحانتون همین سوال شماره 11 است. چی کار میکنیم؟ من نگفتم واکنش آمید و استر با آب اگر برعکس انجام بشه چه اتفاق میفته؟ از این قسمت که پیوند تشکیل شده بود میشکن. حالا سمت چپ که سی دوگان او داشت چی از دست داده بود؟ OH. سمت راست که یا نیتروژن بود یا اکسیژن بود چی از دست داده بود؟ فقط هیدروژن. فراورده ها رو میبریم اون طرف و رسم میکنیم. نگاه کن، من یه C6H5 C دوگان O OH دارم، به علاوه یه N هیدروژن CH2 CH3، به همین راحتی. یعنی الان از این وسط میشکنه پیوند CN توی آمید، پیوند CO داخل استر، به این سی دوگان او او اچ، سی دوگان او او اچ، این ور به اکسیژن هیدروژن میدی، این ور به نیتروژن هیدروژن میدی. اینو بیا این ور رسم کن. ما یه هیدروژن داریم که سی دوگان او داره و یه او اچ گرفته. این چی داریم؟ یه هاش او داریم که به سی هاش دو وصله، سی هاش دوش به سی هاش سه وصله، پایین این سی هاش دو هم باز ببخشید این سی هاشه که سی هاش سه دو طرفش داره، یه او اچ هم داره دیگه. یعنی ساده تر از این سوال واقعا وجود نداره، تو فقط یه شکاف باید بدی، به این وریا هیدروژن بدی، به این وریا او اچ، فقط اونور رسمش کنی، همین. یه نمره مفت داره، این ور
اسید و آمین، اینور اسید و الکل. حله؟ بریم سراغ سوال بعدی. سوال 12. این تمام حلشه؟ آها نه، کلید تاسی داریم اینور. خب این فایل رو بچه ها من داخل کانال وبلاگ و حالا اگر بنا شد که کانال تلگرامی زده بشه، که من بعید میدونم، با وبلاگ راحت ترم بخاطر اینکه همیشه داخلش آزمون برگزار کردم، کلی کار دیگه انجام داد، داخل وبلاگ قرار میدم براتون. دقیقا بعد از اتمام آخرین کلاسمون فیلمش هم که دقیقا بعد از اتمام کلاس روی آپارات قرار میگیره. خب اگر با دادن اینقدر جول گرما به 56 گرم آهن دمای آن 12.5 درجه افزایش یابد، یعنی این چیشه؟ دلتا تتاشه، این جرم آهنه. از این ور این 20 صاحب هم چیشه؟ کیوشه. ظرفیت گرمای ویژه آهن رو حساب بکنید. تنها کاری که باید بکنید این که جایگذاری بکنید. فرمول چیه؟ کیو مساویه ام سی دلتا تتا. کیو رو که بهم داده چقدر؟ 315.7. اصلا بیا اینو اول جا به جا کنیم، یه هویی بنویسیمش دیگه. من چیشو میخوام؟ سی رو میخوام. این دوتا رو میارم این طرف، پس تقسیم میشه سی مساویه کیو میشه بر ام دلتا تتا. کیو من هست 315.7، جرمم هم که 56، دلتا تتا هم که چقدره؟ 12.5. ببینیم سی چقدر میشه. 315.7. بچه ها سر جلسه امتحان فقط ماشین حساب با 4 عمل اصلی جواب میده ها، بقیه رو راه نمیدن. 451 هزارم، واحدش یادت نره، نمره داره، جول بر گرم بر درجه سانتیگراد. حله؟ فقط جایگذاری میخواست. اگر این مقدار انرژی به 1 مول کربن گرافیت داده شود، تغییرات دمای آن از تغییرات دمای آهن بیشتر می شود یا کمتر؟ چرا؟ ظرفیت گرمایی ویژه کربن یا گرافیت برابر 72 صدمه. خب اول یه سوالی، قبول دارید این 72 صدم از این 451 بیشتره؟ خیلی طبیعیه که بیشتره. من همیشه سر کلاس بچه ها میگم که فرض کنید این کیو درده، خب مشکله، مشکلات زندگی، این سی منم ظرفیت آدم است. الان مقدار مساوی مشکلات و درد داریم، یه نفر ظرفیتش کمه، یه نفر ظرفیتش زیاده. قطعا اونی که ظرفیتش کمه زود جوش میاره، پس تغییرات دماییش خیلی زیاده. اما نه، کسی که ظرفیتش زیاده ککش هم نمیگزه، پس تغییرات دماییش کمه. پس اینجا میگم نکته، در کیو یکسان هرچه سی بیشتر دلتا تتا کمتر. الان تغییرات دمایی گرافیت بیشتر یا آهن، قطعا میشه چی؟ آهن. آها ببخشید، گفته تغییرات دمایی آن از آهن بیشتره یا کمتر؟ از آهن کمتره، زیرا ظرفیت گرمایی ویژه آن بیشتر از آهن بوده و در کیو یکسان تغییرات دمای آن کمتر است. حله؟ خب بریم سراغ سوال 13 که آخرین سوال ما هم هستش. گفته در دمای 90 درجه سانتیگراد دینیتروژن پنتاکسید پنتاکسید گازی مطابق واکنش زیر تجزیه میشه. الف، سرعت متوسط تجزیه N2O5
و این اودو رو تو فاصله زمانی 2 تا 5 دقیقه بر حسب مول بر دقیقه حساب بکنید. آقا همه تون میدونید سرعت یه ماده رو من بخوام حساب بکنم میشه دلتا این تقسیم بر دلتا تی، درسته؟ خب الان اگر من بخوام سرعت N2O5 رو حساب بکنم، تغییرات مولش از بازه 2 تا 5 دیگه 25 صدم تا 13 صدم چقدر تغییر کرده؟ 12 صدم. 12 صدم مول، درسته؟ از اون طرف هم چند دقیقه است؟ 2 تا 5، 3 دقیقه. 12 صدم تقسیم بر 3 میشه 4 صدم مول بر دقیقه. از اون طرف من اگر سرعت یه ماده‌ای رو داشته باشم، این سوال امتحانتونه، سرعت یه ماده‌ای رو داشته باشم بعد بخوام سرعت یه ماده دیگر رو به دست بیارم، چه اتفاقی میفته؟ میگیم سرعت هر ماده‌ای تقسیم بر ضریبش مساوی سرعت یه ماده دیگه است تقسیم بر ضریبش. الان من سرعت N2O5 رو دارم، آره N2O5 تقسیم بر ضریبش، ضریبش چنده؟ 2. سرعت کیو میخوام؟ سرعت NO2 رو میخوام، تقسیم بر ضریبش چنده؟ 4. جایگذاری کنیم. الان آر N2O5 رو گفته چقدر؟ 4 صدم. 2 با این 4 خط میخوره میشه 2. 2 ضرب داره 4 صدم، آر NO2 میشه 8 صدم مول بر دقیقه. اینو اگر ننویسی من نمره کم میکنم از تا سر جلسه امتحان. گفته سرعت واکنش را در بازه زمانی 2 تا 5 دقیقه بر حسب مول بر ثانیه به دست آورید. سرعت واکنش میشه سرعت هر ماده‌ای تقسیم بر ضریب خود. الان من سرعت N2O5 رو دارم دیگه، پس میگم آر واکنش میشه آر N2O5 تقسیم بر ضریبش که 2. الان آر N2O5 چند بود؟ 4 صدم مول بر دقیقه بود، تقسیم بر 2 میشه 2 صدم مول بر دقیقه. اما این لامصب بر حسب چی میخواد؟ مول بر ثانیه میخواد. بعد میام اینطوری میگم، میگم هر دقیقه 60 ثانیه است، درسته؟ این 2 صدم هم اینطوری مینویسم، 2 بالا 100 پایین، 2 با این 60 ساده میشه، میشه 30. 30 ضرب داره 100، جواب میشه 1/3000 مول بر ثانیه. این میشه سرعت واکنش من. پس سرعت هر واکنشی میشه سرعت یکی از اون ماده هاش تقسیم بر ضریب خودش. بعد دقتم بکن، این 20 ها بعدن بر حسب چی خواسته؟ مول بر ثانیه. من اول بر حسب چی به دست آورده بودم؟ مول بر دقیقه. یادت نره زمان ها رو به هم دیگه تبدیل کنی. حالا گفته در صورت رسم نمودار مول زمان، منحنی مربوط به کدام ماده شرکت کننده در واکنش دارای شیب تندتری است. من اینجا میام میگم هرچه، بذار بریم بالا، هرچه ضریب یک ماده در واکنش بیشتر باشد شیب تغییرات آن بیشتر است. حله؟ الان اینجا هم همینه. بین این ستا کدوم ضریبش بیشتره؟ قطعا NO2. پس در نتیجه شیب تغییراتش هم از همه بیشتره. خب بچه ها فرصت شد، یه امتحان رو کامل حل کردیم. فکر میکنم 80-90% سوال های امتحاناتتون از همین سوالاییه که من حل کردم، از همین سوال هست. توصیه میکنم بهتون به جای خوندن الان برید سراغ، هر زمانی که این ویدیو رو داری نگاه میکنی
به جای خوندن الان برین سراغ نمونه سوالایی که پاسخ دارن، شروع کنید نمونه سوال حل بکنید. هر چقدر نمونه سوال بیشتر حل بکنید قطعا جواب بهتری رو هم میگیرید. مرسی ازتون، دم همگیتون گرم که سر کلاس بودین. اونایی هم که آفلاین بعدم میبینن متشکرم ازشون. زکات این فیلم اینه که شما نشرش بدید تا جایی که میتونید و امیدوارم حال دلتون خوب باشه. مراقب خودتون باشین. یا علی، خدا یار و نگهدارتون.